بعد از مصاحبه جنجالی شهرام شبپره، علیرضا امیرقاسمی هم دست به افشاگری در مورد قراردادش با شهرام شبپره زد و مدعی شدش که شهرام همه حرفاش دروغه. سلام دوستان، به کانال خودتون کانال زرد تیوی خیلی خوش اومدید. خب یادتون باشه چند روز پیش یه ویدیویی توی کانال قرار دادم که مصاحبه جنجالی شهرام شبپره در برنامه کامبیز حسینی بودش که توی این مصاحبه افشاگری جنجالی رو در مورد علیرضا امیرقاسمی، برنامه گذار و تهیه کننده قدیمی موسیقی، انجام دادش. شهرام با اینکه رفاقت 40 ساله با امیرقاسمی داره، ولی حمله تندی رو به اون داشت و مدعی شد که توی تور کنسرت های خداحافظیش امیرقاسمی سرش رو کلا داشت و به خاطر اعتمادی که به اون داشته یه جورایی ازش سوء استفاده کرد. شهرام شبپره مدعی شدش که امیرقاسمی مطابق وعده و قراردادش عمل نکرده و حتی پول کنسرت های آخرش رو هم پرداخت نکرده و چون اخلاق شهرام رو میشناخته و میدونسته که آدمی نیست که بدون پول کنسرت رو خراب بکنه یا روی استیج نره، ازش سوء استفاده کرده و پول کنسرت های آخر رو با اینکه شهرام روی استیج رفته به اون پرداخت نکرده. شهرام حتی مدعی شده که امیرقاسمی و تهیه کننده دیگه‌ای که در این 40 شب کنسرت تور خداحافظ عنوان تهیه کننده همراهش بودن، رفتار درستی رو هم با اون نداشتن و حتی با خود شهرام و گروهش برخورد بد و زننده‌ای رو انجام دادن. حتی سر چیزای ساده مثل تهیه بلیط هواپیما یا هتل یا حتی غذای بند موسیقی اونها رو خیلی اذیت کردن و رفتار نامناسبی باشون داشتن. چیزی که شهرام در این یک سال تور کنسرت تجربه کرده، توی 60 سال فعالیت موسیقیش تجربه نکرده بوده و همش هم به خاطر اعتمادی بوده که به رفاقتش با امیرقاسمی داشته. اما بعد از این صحبت‌ها، علیرضا امیرقاسمی هم که مالک تلویزیون تپش هستش، توی یکی از برنامه‌های این تلویزیون اشاره کوتاه به صحبت‌های شهرام شبپره داشت و مدعی شد که حرفایی که شهرام زده کاملاً دروغ بوده و این طرز صحبت کردن از شهرام شبپره خیلی بعید بودش. من واقعا وقتی که مصاحبهش رو با کامبیز حسینی دیدش، از طرز حرف زدن شهرام شبپره هم حتی تعجب کرد. اون حتی مدعی شدش که کل بند موسیقی که شهرام رو در این کنسرت ها همراهی میکردن میتونن بیان گواهی بدن که شهرام حرفاش درست نیست و دروغ بوده و همه پولش رو تمام و کمال و سر وقت دریافت کرده و رقمی هم که دریافت کرده رقم میلیون دلاری و درشتی هست و این رفتاری که شهرام شبپره بعد از این دستمزد بالایی که دریافت کرده انجام میده رفتار درستی نیست. این ادعایی هم که میاد مطرح میکنه و میگه که مثلا با ما بد رفتاری شده یا پول غذا و ساندویچ ما رو پرداخت نکردن، کاملا دروغ و اشتباه هستش. امیرقاسمی حتی توی صحبتاش گفتش که من کلا آدم کنسرت گذاری نیستم، به خاطر رفاقتی که با شهرام شبپره داشتن آبروم و وسط گذاشتم و سعی کردم که کنسرتش رو پروموت کنم و تمام این 40 شب کنسرت به واسطه پروموت من بودش که سولدات شد و جمعیت کامل بلیتاش رو خرید و این پولسازی میلیون دلاری که اتفاق افتاد به خاطر پروموت و هنر امیرقاسمی بود، وگرنه شهرام شبپره قبل از تور کنسرتاش توی کابار تهران و رستوران ها و بارهای کوچیک اجرای برنامه میکرد و این هنر امیرقاسمی بوده که یه کنسرت 5-6 هزار نفری برای شهرام شبپره برگزار کرده که یه خداحافظی باشکوه رو داشته باشه. این پروژه بزرگ قطعا مدیریتش خیلی سخت بوده و بیش از 60-70 نفر هم درگیرش بودن که اگه از تک تک این افراد بپرسی حق رو به امیرقاسمی میدن، ولی باز هم امیرقاسمی گفته که قضاوت رو به مردم میسپاره و آینده مشخص میکنه که چه کسی راست گفته و چه کسی دروغ گفته. البته امیرقاسمی توی صحبتاش مدعی شدش که قراردادش با شهرام شبپره هنوز تموم نشده و باید باقی برنامه ها رو هم به صورت قانونی با اون همکاری بکنه. بریم قسمت هایی از صحبت های علیرضا امیرقاسمی رو در مورد شهرام شبپره بشن. خودش که این چه طرز حرف زدنه و این چه طرز صحبته. خود شهرام هم مسئله رو عنوان کرد، مبلغ بسیار خوب و چشمگیری تمام و کمال به شهرام پرداخت شد، هیچ کاری هم به دور از توافق شهرام صورت نگرفته. اون بندی که شهرام
بهش میباله، تک تکشون تنها حرفی که زدن تأسف بود، چون دیدن من چیکار کردم، که من چقدر از خودم زدم، از درآمد خودم زدم برای پیش بردن این برنامه. من کنسرگزار نیستم، من یک تهیه کننده هستم، یک پروموتر هستم، یک کسی که کارگردانی این کار انجام میده. هنر این بودش که شهرام شب‌پره نازنین من از کابره تهران بیاد سالن 6000 نفری و همه کسانی که از جمله خودش باور نداشتن این برنامه میتونه پر بشه و گفتن با آبروی شهرام داره بازی میشه، 6000 نفر اونجا بیاد. و درآمد یک شخصی در این حالتی که یه چیزی از صفر برسونه به صد خیلی بیشتر از این حرفاست که حتی شهرام گفت. نه مشکل مالی تو این جریان بوده، نه وقتی صحبت از میلیون دلار داری میکنی، نه صحبت از قضا بوده که اینا به نظر من پیش پا افتاده در این زشت‌ترین قسمت‌هایی که بخوای دعواش کنی، که بخوای پول نمیدونم دو تا ساندویچ بیاری وسط، این دردناکه واسه من، برای من توفه سر بالاست. یعنی که شهرام عزیزم هم صحبتی کرده، تشکر. برای کسانی که واقعا تو این جریان حداقل 60-70 نفر حداقل با من کار کردن تو این پروژه، برای اونها آشکاره. مردم هم با زمان خودش و زمانی که برسه متوجه کار من میشن و برسه اینجا کتابش بسته نمیشه، قرارداد ما هم تموم نشده. خودش این مسئله رو عنوان کرده، بعد میگه من خبر ندارم، دردناکه. تو صفحه خودش این مسئله شیر شد، چون من صدای خودش هم... به رفاقت، به دوستی، به برادری اطمینان نکنید. یعنی چی مگه میشه؟ بله. رفاقت نکنید. من اطمینان کردم به دوستام. آها. تو این برنامه سه نفر بودن که با همان یه نفرن، از اون به اون میگه، اون از اون به اون میگه، که این سه نفر نفری 400000 دلار بهشون پول رسوندم تو این 40 تا برنامه. بله. یه تشکر که من نکردن چی بر علی همم همه کار کردن. همیشه اینجوری نبود بیزینس شما؟ نه، من هیچ وقت این مشکلی نداشتم. من اولین بار در زندگیم چند تا اسم یکی رو نمیخوام بیارم. بله. خرابش کنم، چون بالاخره ملاحظه شو میکنم یه زحمتی کشیده، ولی یه وردست داشت که ایشون اصلا دوست، اصلا شماره اکانت من رو عوض کرده، اکانت خودش رو گذاشته، پولای من رو نمیده برم بالا. خب بله. اطمینان نکنید و این جد لغته، اگه پول من رو ندی بالا نمیرم، و فراموش کنید، شما حق ندارید این کار بکنید. آقا چی که گفتم بهت؟ به من آقایینی که برای من برنامه گذاشتن فکر کردن اگه پول ندن میدونستن من رو میشناسن. من میرم میخونم. تو برای مردم 38 تا برنامه رفتیم توپ. رفقا این بودش صحبتای علیرضا امیرقاسمی در مورد شهرام شب‌پره و مصاحبه جنجالی که توی برنامه کامبیز حسینی داشته. اگه دوست داشتید اون ویدیو و صحبتای شهرام شب‌پره رو هم ببینید، حتما لینکی که توی قسمت کارت هست کلیک بکنید و اون ویدیو رو هم تماشا بکنید. نظراتتون رو هم برام تو بخش کامنت ها بنویسید و بهمون بگید به نظرتون حق با کدوم قسمت دعوا هستش. یک دنیا سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.